احمد علوی اقتصاددان از استکهلم با ما همراهی میکنن. اول بپردازیم آقای علوی به این حجم بالای شکایت ها و اعتراض هایی که به عدم دریافت یارانه جدید در واقع اعمال شده، دلیلش چی بوده؟ خب البته این پدیده جدیدی نیست. از اون اول که یارانه های نقدی رواج پیدا کرد و شروع شد، این مشکل وجود داشت، به خاطر اینکه اساسا در اقتصاد ایران خب بخشی از اقتصاد غیر رسمی است و نمیتونه جزئیات رو به دقت ثبت بکنه. افزون بر این نوع درست به اصطلاح سایت ها یا فرزند امکاناتی که وجود داره نمیتونه به هر حال کارآمد باشه، به خاطر اینکه درآمد افراد ممکنه در طی زمان تغییر بکنه، بالا بره پایین بیاد و این سامانه ها نمیتونه اون پویایی لازم رو داشته باشه برای اینکه خودشو انطباق بده با شرایط جدید، به ویژه اینکه خب بخش غیر رسمی اقتصاد وقتی بزرگ باشه درآمد ها یا فرزند امکانات دارایی افراد نمیتونه بازتاب پیدا بکنه به طور کامل. بنابراین این پدیده عجیبی نیست، از قبل هم وجود داشته باشه. به همین دلیل هم است که اقتصاددان ها معتقدن این نوع جیره‌بندی از یا این نوع توزیع منابع یا فرزند یارانه نمیتونه کارآمد باشه. بهترین شیوه همون نظام بازاره که به هر حال کنترل از درون و از پایین انجام میشه و داینامیک یا پویایی داره، به این معنی که با تغییرات درآمدها خود خانوار، خود مصرف کننده شرایطش رو با توجه به شرایطش میتونه خودشو انطباق بده و الا این به اصطلاح دم و دستگاه دولتی که کارآمد نیست، بسیار به اصطلاح دارای کندیست و چابک نیست، نمیتونه به سرعت و به دقت اطلاعات رو دستبندی بکنه، طبقه بندی بکنه و به هر حال برسه به اون یک طبقه بندی که مناسب باشه. و از قضا مشکلی که پیش میاد انتخاب معکوسه، به این معنا که برخی از کسانی که واقعا واجد شرایط هستن از این به اصطلاح گروه هایی که مشمول یارانه هستن بیرون میافتند و برخی که اساسا نیازی هم ممکن نداشته باشن اونها مشمول یارانه میشن. پدیده ای که وجود داشته در این سالهایی که این یارانه های نقدی به هر حال به اصطلاح معمول شده. آقای علوی، نماینده چابهار گفته که جراحی اقتصادی که دولت 13 هم انجام میده منجر به مرگ بیمار خواهد شد. چقدر این توصیف رو شما نزدیک به واقعیت میبینید؟ خب بستگی داره که ما مرگ رو چطور تعریف بکنیم. اگر شرایط فعلی خانوار در ایران رو مقایسه کنیم با شرایط متعارف بین المللی تو کشورهایی که درآمد متوسط دارن، طبیعی است که اسم این شرایط فعلی رو نمیشه گذاشت زندگی. منتها اگر منظور به اصطلاح نابودی فیزیکی باشه، خب اون اساساً در شرایط فعلی دنیا به نوعی در واقع وجود نداره. بنابراین در شرایط فعلی که در ایران هست با توجه به این بیکاری بالا، با توجه به تورم بالا و همچنین نابرابری و کاهش شدید قدرت خرید و نابسامانی، طبیعی است که فاصله زیادی با مرگ نداره. آقای علوی، با توجه به این افزایش شدید قیمت‌ها که ما در کالاهای اساسی می‌بینیم، وعده‌های دیگری که دولت داره درباره کنترل قیمت‌ها چطور خواهد بود؟ آیا می‌تونه به این وعده‌ها عمل بکنه؟ هم تجربه تاریخی درون خود ایران می‌بینیم که بارها دولت تلاش کرد قیمت‌ها رو ثابت نگه داره، موفق نشد. بارها قول کنترل داد، موفق نشد. هم نظریه‌های اقتصادی تایید نمی‌کنه که این دولت با این شرایط بتونه کنترل بکنه و از قضا به همین هم دلیل هم هست که دولت‌ها خودشون رو در این بازی به این بازی نمیان، چون باید این امکانات رو در اختیار بازار گذاشت که شرایط رو فراهم بکنه و با رقابت، شفافیت، پاسخگویی به هر حال قیمت ها رو ثبات ببخشید. سپاسگزارم از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان که از استکهلم با ما همراهی می‌کردید.